سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. ویروس کرونا چیست و چگونه منتقل می شود؟ امیدوارم تا آخر برنامه ما را یاری نمایید. ویروس کرونا جزء خانواده بزرگ از ویروس ها هست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل مریضی سارس را شامل می شود. تحقیقات نشان می دهد که کودهای جنیتیکی این ویروس نزدیک زیاد به ویروس سارس دارد. تعداد زیاد نمونه از مریضان مبتلا به این ویروس در آزمایشگاه های چین و سازمان جهانی بهداشت بررسی شده و متخصصان این ویروس را از خانواده ویروس کرونا شناختند. در معمولی ترین حالت این ویروس باعث سرماخوردگی می شود، اما در موارد باعث سندروم حاد تنفسی یا امان سارس می شود. نشانه های ابتلا به این ویروس در انسان تب، سرفه، سکتگی نفس و نفس تنگی است. تا اکنون 17 تن از میان پیش از 500 مریضی که ابتلا آنها به این ویروس تشخیص داده شده جان خود را از دست دادند. اما به نظر می رسد دوره درمان عفونت ناشی از این ویروس طولانی هست و همین دلایل احتمال دارد که مریضان بیشتر جان خود را از دست بدهند. ویروس هایی که تازه کشف شده اند معمولا از حیوان به انسان منتقل شده اند. محل انتقال این ویروس بازار غذایی دریایی در شهر ووان چین اعلام شده است. با اینکه پستانداران دریایی مانند نهنگ سفید می توانند ناقل این ویروس باشند، اما احتمال اینکه این ویروس از حیوانات زنده دیگر این بازار مثل مرغ، خفاش، خرگوش و مار منتقل شده باشد بیشتر. طرق سرایت این ویروس به صورت مستقیم از یک شخص به شخص دیگر و از حیوان به شخص توسط سرفه و عدسه همراه است. این مریضی نخستین بار در شهر ووان چین بروز کرد و تمام مبتلایان به آن در کشورهای مختلف کسانی بودند که بیشتر به این شهر سفر کرده بودند. طرق جلوگیری این ویروس، تشخیص زود هنگام، قرنطینه کردن فرد، کنترل کردن اشخاص مبتلا به این ویروس، محدودیت های مسافرتی، جلوگیری از گردهمایی های عمومی می باشد، چون واکسینی برای این ویروس وجود ندارد.